سلام امیدوارم حالتون خوب باشه به بخش دوم آموزش مقدماتی ادوبی افتر خوش اومدید جلسه قبل من توضیح دادم که چجوری میتونیم یک نیو کامپوزیشن رو درست بکنیم طریقه اوپن و سیف کردن پروژه رو هم با هم دیگه پیش رفتیم توی بخش دوم میخوایم ببینیم که یک فایل رو چجوری میتونیم به پروژمون اضافه بکنیم و همینجور یک تکس رو به صورت موشن بنویسیم و حرکتش بدیم برای اینکه من بتونم هر مدیا یا هر فایلی رو توی پروژم ایجاد بکنم یا ایمپورت بکنم به دو روش میتونم انجام بدم این داستان رو یکی اینکه از قسمت پروژه که دکراس بکنم ایمپورت و فایل رو انتخاب بکنم برم تو اون لوکیشن مد نظرم و ایمپورت رو بزنم راه دومش درگ دراپ هست که اون راه راحت تره و میتونیم راحت با دادن مسیر فایل مد نظر رو انتخاب بکنیم و بندازیمش توی پروژه به این کار میگن درگ دراپ. بر اینکه بخوام بیارمش توی تایملاین کافی که اینو بگیرم و قسمت رهاش بکنم خب در مورد رزولوشن پلی من صحبت کردم گفتم که اگه کیفیت ها رو تغییر میده یک تایم شما اینو ایمپورت میکنید مثلا روی یک سوم سیوش کردید همچون که میبینید تصویر من داره کیفیتش پایین تر میره برای اینکه بتونم روی این بخش زوم بکنم کافیه که با اسکرول موس حلقه وسط موس با جا به جا کردن این داستان میتونم زوم این زوم اوت بکنم یا اینکه از این بخش بیام درصد نمایشم رو تغییر بدم اگر بخوام فیت بذارمش میاد روی این میگم خب من پنجاه درصد میخوام خب میاد زوم میکنه تا این نیاز دارین که شما 100 درصد فیت کل سفر رو ببینید کافیه که فیت رو بزنید و کل سفر رو مشاهده بکنید خب تو بخش اول توضیح دادم گفتم که برای سوشال میدیا ها پلتفرم هایی که ویدیوهای پورتری توش بارگذاری میشه و پلی میشه بهتر است که ما هم محصولی که میخوایم تولید بکنیم برای اون فضا رو حتما پورتریت در نظر بگیریم اما ویدیویی که من ایمپورت کردم واید هست لندسکیپ به خاطر همین وایدش بیشتر از هایتش هست خب اگر من بخوام این رو توی کل صفحه این قسمت داشته باشم یعنی ویدیو رو به صورت تمام صفحه داشته باشم نیاز هست که از قسمت اسکیل بیام و درصدش رو افزایش بدم تا کل صفحه رو بگیره شورتکات اس رو روی کیبورد وقتی بزنم سکیل رو برای من باز میکنه درصدش رو جابجا جا میکنم چون که میبینی تصویر داره بزرگتر میشه تا اینکه بشه فیت دقیقا کل صفحه رو بگیره Uh, لاکش هم میکنم به خاطر اینکه امکان داره دستم بخوره و تغییر ایجاد بشه توی موقعیت ویدیو به خاطر همین لاکش که میکنم خب اینجوری راحت تر میتونم روی لایه های بعدی تمرکز بکنم و به خیال راحت کار را انجام بده خط سبزی که من داشتم صحبت میکردم این خط سبزی داشت برد میشد این لودش هست خب شما هر تایمی که رزولوشن رو تغییر میدید یا هر عملیاتی که این قسمت انجام میدید هر آبجکتی که اضافه میکنید از اول دوباره میاد لود رو انجام میده مثلا الان میذارمش روی یک دوم ببینید دوباره از اول اینجا شروع میکنه به لود کردن حالا به محض اینکه پلیش بکنم میبینید همراه با پلی من داره این کار رو انجام میده هر قسمتی هم که بخوام تغییر بدم قسمت ها رو میاد سریع لودش میکن نمایش میده ولی نگاه کنید تصویر کیفیتش پایینه وقتی که تایم لاین وقتی که این قسمت رو ول میکنم رهاش میکنم این تصویر واقعی آن اون کیفیت یک دوم رو در واقع نمایش میده میخوام یک نوشته ای رو اضافه بکنم توی این بخش و ببینیم که چجوری میتونیم اون نوشته رو حرکت بدیم برای اینکه تکس رو بخوام به تصویر اضافه بکنم یا اینکه توی این قسمت کلیک راست بکنم از قسمت نیو بیام تکس رو انتخاب بکنم یا اینکه از شورتکات کنترل تی استفاده بکنم یا اینکه بیام اینجا تی رو انتخاب بکنم و کلیک بکنم اینجا و یا اینکه از قسمت لیر دوباره بیام نیو تکس رو استفاده بکنم ببینید این منویی که داریم ما اینجا دقیقا همون چیزی که هست که موقعی که اینجا من کلیک راست میکنم توی قسمت نیو میاد برای من نمایش میده یعنی چه من از این قسمت کلیک بکنم و بیام تکست رو یا سالد لایت کامرا نال آبجکت شیپ لیر، جاسمن لیر و غیره رو بخوام انتخاب بکنم چه بیام از منوی بالا لیر رو انتخاب بکنم بیام توی نیو و این منوها رو هر کدوم از این رو که میخوام انتخاب بکنم و اعمال بکنم روی تصویرم پس من میتونم کلیک راست بکنم قسمت نیو تکست رو انتخاب بکنم همونجور که میبینید یک خط قرمزی رو برای من ایجاد کرد و از توی بخش Character ما میتونیم اینجا فونت رو تغییر بدیم استایلش و سایزش و تمام کارهایی که نیاز هست روی تکسمون انجام بشه رو میتونیم اینجا اعمال بکنیم این هم در نظر داشته باشید هر جایی که توی تولز ها این فلش متمایل به راست رو پایین متمایل به راست رو میبینید یعنی یک سری زیر مجموعه هم میتونه داشته باشه این ابزار مجموعه بیشتری داره همجور که میبینید الان هوریزنتال تایپ رو دارم ورتیکال هم میتونم بنویسم هوریزنتال یعنی افقی و ورتیکال یعنی عمودی به صورت عمودی من میتونم راحت شروع بکنم به نوشتن خب بای دیفالت به صورت هوریزنتال هست برای اینکه من بخوام این نوشته رو دقیقا وسط تصویرم داشته باشم میام از قسمت الاین هوریزنتال و ورتیکال رو به صورت سنتر میذارم الاینش میکنم تا مطمئن بشم که دقیقا وسط تصویر قرار گرفته خب قسمت الاین رو من انتخاب میکنم همونجور که میبینید تغییرات افقی و عمودی رو اعمال کرد و دقیقا الان نوشته من وسط صفحه هستش کارهای مختلفی میتونم روی این نوشته انجام بدم اما من الان میخوام با کی فریم ها با تغییر پوزیشن نوشته میخوام از سمت چپ بیاد به سمت راست یعنی بیاد سنتر قرار بگیره توی این سی ثانیه ای که ویدیو من قرار نمایش داده بشه ببینیم ببینیم چه جوری میتونیم این کار رو انجام بدیم خب ببینید نهایی ما این هست دیگه نهایی چیزی که من میخوام اینجا الان نمایش بدم اینکه که از سمت چپ بیاد سنتر قرار بگیره همین جایی که الان هست اگر نوشته من فارسیه خب از سمت راست باید بیاد و سنتر قرار بگیره یا اون جایی که من در نهایت مد نظرم هست حالا نوشته من انگلیسیه پس بنابراین از سمت چپ باید بیاد و این جایی که الان من میخوام قرار بگیره خب برای اینکه این اتفاق بیفته من این آبجکت رو دارم دیگه با شورتکات پی روی کیبورد و انتخاب کردن تکست هم اینو من لاک کردم که مشکلی پیش نیاد پی رو وقتی داشته باشم اینجا میاد پوزیشن رو برای من نمایش میده زمانی که میخوام کی فریم درست بکنم با کلیک کردن روی این حالت تایمر هست با کلیک کردن روی این من میتونم کی فریم ایجاد بکنم همجوری که میبینید ببینید اگر ورش دارم اینجا هیچی نیست پوزیشن اینجا کی فریم کی فریم اول من ایجاد شد چرا به خاطر اینکه میخوام در نهایت بیاد و اینجا بشینه چند فریم میرم عقبتر و پوزیشن رو تغییر میدم با تغییر هر کدوم از این اعداد به صورت هوریزنتال یا ورتیکال افتر افکت میاد برای من اینجا یک فریم رو میسازه الان ببینید به محض اینکه من تکون دادم این کیفریم ساخته شد خب من میخوام نوشتم کامل از صفحه بیاد بیرون پس بنابراین بخش رو میکشم همونجور که میبینید کلا از صفحه اومد بیرون و در نهایت بیاد همون جایی که کیفریم اول رو درست کردم براش حالا پلیش بکنیم خب همونجور که میبینید یه حرکت نرمی رو داشتیم ما اینجا اگر من این دوتا کی فریم رو به همدیگه نزدیک تر بکنم سرعت ورود نوشته ای من به تصویر بیشتر خواهد شد حالا فرقی نمیکنه چه از استارت باشه چه از اند باشه من میام اینو نزدیک ترش میکنم دوباره پلیش میکنم ببینید چه سریعتر اومد و این اتفاق براش افتاد اومد و وسط صفحه نشست رو بیشتر میکنم و میخوام الان به صورت نرم یعنی سریع بیاد این قسمت اینجوری سریع بیاد و بعد یواش یواش بیاد و در نهایت وسط صفحه قرار بگیره هر دو تا کی فریم رو انتخاب میکنم دو تا روش دارم برای ایزی این یعنی برای, برای ورود راحت یا اینکه میتونم کلیک راست بکنم از قسمت کی فریم اسیستنت ایزی ریس رو کلیک بکنم روش این که میتونم از شورتکات افنو استفاده بکنم با انتخاب کی فریم ها و کلیک کردن روشون تغییر پیدا کرد حالت کی فریم ها قیافشون تغییر پیدا کرد الان ببینید چه فرقی میکنه با قبل ببینید یه خورده نرمتر وارد شد یه سرعت نرمی داشت و توی ایستادنش هم به تدریج یواشتر شد خب حالا ما میخوایم سرعت این رو تغییر بدیم سرعت اینا به صورت گراف هست دیگه به صورت گراف هست میایم از گراف ادیتور استفاده میکنیم برای تغییر سرعت ورود یا خروجش خب حالا قسمت ورود هست گراف ادیت رو که من بزنم کی فریم رو قبلا بعد انتخاب کرده باشم حالا ببینیم چه تغییر ایجاد شده ببینید شما میتونید از گراف ها برای تغییرات هوریزنتال و ورتیکال هم استفاده بکنید اما من الان اسپیدش رو میخوام از قسمت چوز گراف تایپ آپشن میام ادیت اسپید گراف رو انتخاب میکنم ادیت اسپید گراف همون چیزی که الان عرض کردم ببینید ایزی این اومده سرعتش بیشتر شد و یواش یواش سرعتش کمتر شده با انتخاب کردن پایانش و یه خورده زومم میکنم قسمت انتها رو انتخاب میکنم و میکشمش به سمت استاد همونجور که میبینید داره گراف من تغییر میکنه این سرعت بیشتره و یواش 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 میاد سرعت کمتر میشه حالا هر چقدر من میخوام این سرعت ورود بیشتر باشه و, و سرعت رسیدن به اون مقصدی که من میخوام برای نوشتم در نظر بگیرم کمتر باشه فاصله بین کیفریم ها رو نیاز هست که جابجا جا, به جا بکنم. خب الان یه بررسی بکنیم ببینیم که چجوری, می... چجوری شد خب همجور که میبینید اومد سریع اومد و یواش یواش نشست وسط صفحه برای بستن گراف ادیتور کلیک میکنم و کی فریم آخری رو یه خورده فاصله میدم ببینید اگر اینجا تغییرات ایجاد میکنید توی گرافتون هم تغییرات ایجاد میشه حالا ببینیم چطوری شد خب خیلی نرمتر و خیلی تر اومد انتخاب میکنم میخوام یه خورده سریعتر باز بیاد تو خب ببینید کیفرم های من فاصله داره و درصدش رو من الان صد درصد کردم یه خورده درصد شروعش رو هم کمتر بکنم که از اون ور درصد پایان من بیشتر بشه البته فکر نمی کنم دیگه جا داشته باشه نه دیگه صد درصد جا نداره حالا ببینیم چه اتفاقی براش میافته همونجوری فکر میکنم خوشگل تر بود یعنی من اینو بذارم پنجاه بذارمش پنجاه درصد و خب این میتونه یک چیز قشنگی باشه برای استارت حالا همینجور ما میتونیم روی تکس های مختلف کار بکنیم به عنوان مثال تایتل رو در نظر بگیریم اینجا پایینش سابتایتل رو داشته باشیم و هر مورد دیگه ای که شما میتونید به صورت دلخواه برای خودتون اضافه بکنید به عنوان مثال یک محتوایی رو دارید تولید میکنید میخواید آدرس اینستاگرامتون بیاد و خیلی آروم خیلی باحال بیاد اینجا بشینه پس به راحتی میتونید همین کاری که من با نوشته انجام دادم رو شما میتونید با هر شیپی با هر لوگویی این کار رو هم انجام بدید باش. امیدوارم که این بخش هم براتون مفید بوده باشه تا بعد خدا نگهدار